سلام و وقتتان بخیر. به سرویس خبری هفت روز هفته خوش آمدید. امروز جمعه 22 قوس که مصادف است با 13 دسامبر سال 2019 میلادی. در آغاز نگاه بر مهمترین اتفاقات هفته. تظاهرات تیم ثبات و همگرایی در ولایت دایکندی. بیش از 15 کیلومتر سرک بامیان سمنگان قرقره‌ریزی شده است. بریده شدن بینی یک بانوی 30 ساله از سوی شوهرش در بامیان و کاهش مرگ و میر مادران در افغانستان. فاطمه امیری هستم با مشروع خبرها. هواداران تیم عبدالله عبدالله در ادامه اعتراضاتشان که به تاریخ 16 قوس در ولایت دایکندی راهپیمایی کردند، میگویند که مسیر مستقل انتخابات و تیم دولت ساز در انتخابات ریاست جمهوری تقلب کرده اند و اجازه نمیدهند شخص بر اساس تقلب به کرسی ریاست جمهوری بنشینند و باید که مسیر انتخابات آرای پاک را از ناپاک جدا کرده و به آرای تقلبی مشروعیت نبخشد. اما شمار از این نامزدان انتخاباتی خواهان یک حکومت موقت در کشور است. میگوید که این دور انتخابات برنده‌ای ندارد و ما کسی را به عنوان رئیس جمهور کشور نخواهیم پذیرفت. قرار بود که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری دیروز به تاریخ 21 قوس اعلام شود، اما بنابر مشکلات و اختلافاتی که بین تیم‌های انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات موجود است اعلام نشد. بیش از 15 کیلومتر سرک بامیان سمنگان قرقره‌ریزی شده است. مسئولان محلی میگویند که بیش از 15 کیلومتر سرک بامیان سمنگان قرقره‌ریزی شده است. فاصله این سرک از دشت خم ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان الى ولسوالی در ایسوف ولایت سمنگان 187 کیلومتر است که 104 کیلومتر آن مربوط بامیان و 83 کیلومتر آن مربوط ولایت سمنگان می شود. این سرک مشهور به دهلیز شمال جنوب افغانستان است که از پارک‌های بند امیر و فلات بامیان عبور می‌نماید و در آینده سبب افزایش گردشگران داخلی و خارجی خواهد شد. این شاهراه توسط شرکت چینی سرکسازی و پلسازی به نام CRBC با هزینه 204.9 میلیون دلار آمریکایی که از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل می‌گردد ساخته می‌شود. بریده شدن بینی یک بانوی 30 ساله از سوی شوهرش در بامیان. حمیده بانوی 30 ساله در ولایت بامیان از سوی شوهرش در ولسوالی کولنگ نمبر 2 این ولایت مورد لطکوب قرار گرفته و سپس تصمیم داشتند که وی را آتش بزنند که موفق نشدند. این حادثه شب سه‌شنبه در منطقه دهن مرغین ولسوالی رخ داده بود. محمد علی مامای حمیده در این حادثه زخمی شده میگوید چند فرد مسلح بالای خانه وی حمله نموده. بعد از لطوکوب وی و خواهرزاده‌اش فرار نموده است. مسئولان ریاست امور زنان در این ولایت میگوید که متهم شوهر حمیده بوده و بنا به خصومت‌های خانوادگی که در بینشان موجود بوده بالای این خانم از خشونت کار گرفته است. وزارت صحت عامه افغانستان خبر می‌دهد که مرگ و میر مادران در افغانستان کاهش یافته است. وزارت صحت عامه می‌گوید 90% مردم به خدمات صحی دسترسی دارند و مرگ و میر مادران در افغانستان کاهش یافته است. دیو صمد معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه روز پنجشنبه 21 قوس در مراسم تجلیل از روز جهانی پوشش صحی همگانی با شعار تداوم و ادامه تعهد گفت. پوشش صحی همگانی یک تعهد برای دسترسی مردم به خدمات صحی با کیفیت می باشد. سال 2030 یک هدف تعیین شده برای پوشش صحی همگانی در سراسر جهان می باشد. او کاهش مرگ و میر نوزادان از 165 به 35% در هر 100 هزار تولد زنده، کاهش مرگ و میر مادران از 1000 و 600 به 660 مورد در هر 100 هزار، افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات صحی از 9 به 90% در فاصله 2 ساعت پیاده را از جمله دستاوردهای عمده وزارت صحت خواند.
و آغاز کار ساخت آخرین بخش خط آهن هرات خواف، کار ساخت آخرین بخش پروژه خط آهن هرات خواف با طول 43 کیلومتر با هزینه 65 میلیون یورو توسط یک شرکت قزاقستانی آغاز شد. قرارداد ساخت این بخش رای آهن روز پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری با یک شرکت قزاقستانی به امضا رسید. هزینه ساخت این پروژه را کشور ایتالیا می پردازد. یما یاری سرپرست وزارت ترانسپورت می گوید که این پروژه در دو مرحله و با هزینه 65 میلیون یورو توسط شرکت آنکا قزاقستان در 16 ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. حلیم خان یاسین گلدیف سفیر قزاقستان در کابل گفت که این نخستین پروژه این کشور در افغانستان و شرکت‌های دیگر قزاقستانی نیز تمایل دارند تا در بخش‌های انرژی و فناوری در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در همین حال وزارت ترانسپورت میگوید که برای ساخت بخش چهارم مرحله دوم راه آهن هرات خواف از منطقه رباط پریان الی میدان هوایی هرات به طول 44 کیلومتر به قرضه دراز مدت کشور ایتالیا ضرورت است. بیننده های گرامی، در پایان سرویس خبری این هفته قرار داریم. سپاس از همراهی شما. تا این دم بقیه لحظاتتان خوش. الله یار و نگهدارتان.